باد. آقا موازه باشه اون پشت نباشه. فرمته که دولتش هم میگم دیگه که سنی برسه. خوشبختانه در سالهای اخیر اتفاقات بسیار خوبی در نیروی زمینی افتاده در جهت هم ارتقاء توان رزمی، هم پیاده سازی این توانایی ها در میدان برای هم مأموریت های نظامی و هم مأموریت های غیر نظامی مردم یاری. از جمله اتفاقات بسیار خوبی که در نیروی زمینی افتاده ارتقاء تحرک هست که الحمدلله رب العالمین ما امروز میتونیم ادعا کنیم که نسبت به اون تحرک 100% بدون تردید فاصله بسیار اندکی داریم. این فاصله بسیار اندک رو هم ما با رعایت ملاحظات عرض میکنیم، وگرنه از نظر اون بازبینهایی که موجود هست در ارتش جمهوری اسلامی ایران نیروی زمینی امروز تحرک 100% داره. به مردم عزیز کشورمون عرض میکنیم که ارتش جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح و نیروی زمینی قهرمان ما برای تحقق آرمانهای والای انقلاب شکوهمند اسلامی با تمام قدرت و توان ایستادن و در اجرای هرچه بهتر فرمان های فرماندهی معظم کل قوا همه تلاش خود رو پایکار خواهند آورد و آوردن و در مقابل هر تهدیدی که بخواهد نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و به سقوط این کشور عزیز و آرامش ملت رو هدف قرار بدهد با قدرت نیستیم و پاسخگویی لازم رو داشت به امروز شاهد رونمایی از برخی از محصولات تولیدی در مرکز شهید زهرا نیروزمینی بودیم. به لطف خداوند و با تدابیر فرمانده محترم نیروزمینی، فرمانده محترم کل ارتش و با مأموریتی که به این مرکز محول شده بود، پس از تجربیات و دانشی که در خصوص بازآماد، بازتولید یا به قول اوورهال خودروهای فوق سنگین در این مرکز دریافت شده بود، با کمک شرکت‌های دانشمندان و دانشگاهیان تونستیم خودروی سنگین و فوق سنگین در کلاس 60 تن و 100 تن کشندگی رو تولید و طراحی و تولید کنیم و به لطف خداوند امروز شاهد رونمایی دو تا محصول بودیم. علاوه بر اون در کنار این مجموعه تولید بیمارستان صحرایی سیار و نفربر زرهی شنیدار رو هم داشتیم که به لطف خداوند انجام شد. همین چند درصد تولیدات و ادوات بومی هستش؟ من میتونم بگم 100% تولیدات این مرکز بومی داخل کشور هست. یعنی ما چیزی رو از خارج از کشور که بخوام بگیم در خارج از کشور استفاده کرده باشیم وجود نداره. در زمانی که کشور ما در حالت تحریم هست، بایستی با نگاه تحریمی مأموریت‌های خودش انجام بده و همه چیز وقتی ایدئال نیست، بایستی از روش‌های جدید و الگوهای جدید برای مقابله با این تهدیدات استفاده کرد. این رو به نظر من شرکت‌های خودروسازی و شرکت‌های دیگری که تو این حوزه کار می‌کنن هم بایستی لحاظ قرار بدن.